آقا این ویلا نیست، یکی از کلبه های باغ رستوران بزرگ بهشاده. اینم از سیر کارملی مخصوص سیرخورا. آقا فرهاد مگه داریم بهتر از این؟ انصافا نداریم آقا. اینجا یه فضای روستایی طوره تو منطقه گردشگری خوشنام که نهایتاً 45 دقیقه تا یک ساعت فاصله است تا تهران. هوای خیلی خوبی هم داره. هر کی بیاد باغ رستوران بهشاد انگار رفته تو دل جنگل‌های شمال. واقعا هم با این سماورای زغالی و با این چای زغالی آخ نگم براتون. اینجا باغ رستوران بزرگ بهشاد تو منطقه گردشگری خوشنام. خیلی خوشگله اینجا. بریم با هم ببینیم. خیلی باصفا انصافا. بیا دیده پنجره رو نگاه بکن، انگار قشنگ شماله با اینکه 45 دقیقه نهایتا یک ساعت از تهران فاصله شه. بچه این سمت باغ رستورانشون هم کلبه دارن از 2 نفره تا 20 نفره. یه سری کلبه هاشون هم هست که مثل این 2 طبقه است. هوا هم که داره رو به گرما میره، این استخر بزرگ هم پر میکنن. کلی هم اینجا آلاچیق هست، همونطور که گفتم از 2 نفر به بالا، آلاچیق های 1 طبقه و اینا هم کلبه های 2 طبقه است. اینجا هم به زودی اینجا هم میشه، کل این مسیر میشه تخت. و این فضا قشنگ فضای شماله ها، با اینکه نهایتا از تهران 1 ساعت راه، اینجا 45 دقیقه تا 1 ساعت راه. آقا این ویلا نیست، یکی از کلبه های باغ رستوران بزرگ بهشاده که به سبک انگلیسی طراحی شده. داخلش اما به سبک سنتی ایرانیه. خیلی اینجا قشنگه، حتما تا آخر این ویدیو رو ببینیم. بیا طبقه بالا رو هم بهت نشون بدم. طبقه بالای این کلبه انگلیسی هم به این ترتیبه، مدل خونه های زیرشیروانیه. اینجا یکی از سالن‌های بزرگ 150 نفره شونه که همونجور که می‌بینیم پر از تخت‌های بسیار ترتمیز و خوشگل. اون سمت هم هر شب موسیقی زنده دارن از ساعت 7 تا 12 شب. هر شب 5 مدل خواننده مختلف واسه سلایق مختلف میاد اینجا و برنامه‌شو اجرا می‌کنه. میرسیم به سالن طبقه بالاشون. خداییش هیچی کم نذاشتن واسه این باغ رستوران. هم خودش خیلی باصفا و خوشگله، هم واقعا لوازمی که واسه اینجا گرفتن بسیار عالیه. سر این میزا میتونین بعدش بیاین میتینگ برگزار بکنین و از منوی کافه‌شون استفاده کنین. این سمت هم سالن دومشونه که بیشتر از 200 نفر اینجا هم ظرفیت داره. این سمت هم باز سن داره. فراد جان این سردستای 2 کیلو و نیم میمونه باغ رستوران بهشاد. به 2 تا باقالی داره با 2 تا کت سفید، همش هم به صورت قالبیه. همه هم به صورت قالبی. بله. اینم از سیر کارملی مخصوص سیرخورا. بله چی شد. اینم از ریحون تازش. فراد جان اینم سیر و پیاز کارملیش، اونایی که علاقه دارن به سیر و پیاز. دست شما درد نکن، بیشتر هم بخوان از این میدین دیگه. بله حتما. مرسی. اینم از سینه کباب مخصوصمون که یه دونه کباب برگ داره. بله. یه دونه لقمه زعفرانی داره 250 گرمی. سینیه چند نفر است شف میلاد؟ 4 نفره. 4 نفر. اینم جوجه 300 گرمیش. یه دونه هم اکبر جوجه. به این حداقل 4 نفر است. بله. 2 تام کته داره. کته اضافه هم بخوان که میگیرم. بله حتما. خیلی هم عالی. یه سیخ گوجه هم داره با فلفل کبابیش. خدا قوت. مرسی از شما. ماشاءالله کلی لوکیشن عکاسی باحال داره، همچنان هم این کلبه ها هست. خیلی عکسای قشنگی اینجا در میاد انصافا. خیلی هم فضای بزرگی دارن با تنوع دکور زیاد. اینجا رو با حال و هوای روستای خیلی باحال درست کردن. خیلی خوبه اینجا. میرسیم به میز غذای جذابشون که همونجور که دیدین انواع سینی کبابو دارن. اینم سینی سردستشونه که قشنگ 4-5 نفر است. منوی فست فود هم دارن، چند مدل پیتزای خیلی خوشمزه دارن، چند مدل هم برگر دارن که از شف خواستم واسه هم توضیح بدم. خب آقا فرهاد این برگر دستساز خودمونه. بله. دوست دارم تست کنی نظرتو بگی از این برگر. حتما آقا چشم، تستم میکنیم. آقا اینجا دیگه تنوع غذایشون کامله دیگه، یعنی اگه با بچه هم اومدین غذا شاید نخواستن گوشت و کباب و اینا بخورن. پیتزا داریم، برگر داریم، پاستا داریم. خیلی هم عالی. استیکارو داریم. چقدر عالی. بله. اونورم که سالاد فتو شد میبینین.
بچه ها منوی کافه شون فوق‌العاده است. ببینید نوشیدنی هاست دیگه، خودتون میبینید با آیتم هایی که توی این باغ در میادم اینو گارنیشش میکنن، خیلی هم عالی. میبرم که سزاره، درسته استاد؟ بله قربان. اونم که کاسه کباب بود. ما اینم سردستمون، اینم سینی مخصوصمون. یعنی آدم سردست رو ول کنه برگر رو بچسبه، خیلی باید اصلا... برگر خوب باشه ها. بله اصلا شک نکنید، دست شما درد نکنه. آقا طعمش انصافا فوق العاده است. گوشتش من باید رمزش ازت بپرسم، گوشتش خیلی نرم بود، خیلی خوشمزه است. دستتون درد نکنه. ممنون بابت غذاهای خیلی خوبتون. بریم با هم دیگه داخل یکی از کلبه های دیگه شون هم ببینیم. طبقه دوم این کلبه است اینجا. ممنون از شما، مرسی. اینجا سیستم گرمایش سرمایش هم داره دیگه. سقفش هم نور پردازی از این LED ها بچه ها داره که البته الان خاموشه. برای تولد میتونی یکی از این کلبه ها رو قشنگ رزرو بکنین، براتون دیزاین هم انجام میدن. اون استخره هم همونجوری که گفتم برای فکر میکنم یکی دو هفته دیگه پره پره. این هم یکی از کلبه های دیگه شونه، نمای شیشه ای داره، به صورت VIP میتونین رزرو بکنین. مبله هم هست واسه حالا افراد محسنی که باهاتون میان نمیتونن رو زمین بشینن، خیلی عالیه. اینجا رو هم باز دیزاین میکنن واسه تون، میزن براتون میچینن که بتونین راحت مراسماتون رو بگیرین. آقا فرهاد یه نکته بگم بهتون جان. هر کی بیاد باغ رستوران بهشاد انگار رفته تو دل جنگلای شمال. واقعا هم با این سماورای زغالی و با این چای زغالی آخ نگم براتون. اینجوری هم ازتون پذیرایی میکنن. آقا دست شما درد نکنه، مرسی، زحمت شد. بچه یه نمای کلی هم من بگیرم باز. این یه بخشی از فضای باغ رستورانه. اون پشت، پشت اون سالن دقیقا دوباره یه فضای دیگه باغ. کلبه ها هم که همه هم چوبی و خشکه. دست شما درد نکنه، خیلی محبت کردیم. هوای خیلی خوبی هم داره، توی شب هم نور پردازی میکنن و خیلی هم زیباست. اون سمت هم دوستان مشغولن، من برم دیگه چایمو بزنم، جای دوستان خالی. توی این حال و هوای روستایی اومدیم باغ رستوران بهشاد که قراره شف میلاد عزیز واسه ما یه کاسه کباب هم بزنه. کاسه کبابمون که یه دونه لقمه 150 گرمی داره. بله. یه تیکش که افتاد بیرون مال من. خورد شد. میدم به اون گربه که اونجاست. اینم از جوجه کبابمون. اینم 150 گرمه. فیله گوسفندی. اینم 150 گرمی. کاسه کباب هم قشنگ دو نفره است. بله. شما این قارچا رو زعفرونی میکنی؟ بله. ایوه کره زعفرونی. سه تام گوجه داره، تقریبا 150 گرم هم قارچ پخته شده میدیزیم. بله که با کره و زعفرون پخته شده. بچه ها پشت منو ببینید، اینجا ببین حس و حال روستایی باحال. 45 دقیقه فاصله از تهران. اینم از فلفل کبابیش. اینم از تکمیل شده کار. و اینم آخرش که کنجد و روغن ملایر. دست شما درد نکنه. اینم کته کنارش. آقا فرهاد خوش اومدی به منطقه گردشگری خوشنام. اینم از سینیای مخصوص ما، باغ رستوران بهشاد. دست شما درد نکنه شف میلاد عزیز. مخلص شما ارادت. بچه این سمت باغ رستورانشون هم کلبه دارن از 2 نفره تا 20 نفره. یه سری کلبه هاشون هم هست که مثل این 2 طبقه است. هوای خیلی خوبی هم داره، توی شب هم نور پردازی میکنن و خیلی هم زیباست. اون سمت هم دوستان مشغولن، من برم دیگه چایمو بزنم.